نشستیم بگیم ببینند ها که گفتیم خدای نمیشه آقا یه بر تو حرف از امام و این ادبیات بزنی یه بر مثلا خاتمی بری با هفته نامه شهرمند گفتگو بکنی یه تمدن هست و اون هم تمدن قرار بعد از اون بار من بارها تعارض دیدگاه های خاتمی رو با امام یا دانشگاه مختلف بازخوانی کردم مخصوصا این دیدگاه تمدن شناسانه که حضرت امام میگن قلب تمدن نیست رو به توحش میبرد قلب دارد انسان را وحشی بار میآورد یعنی آدم کش این حرفای امام باشه تمدن رو برده بعد یه نشین سال 75 اردیبهشت ماه 75 تو روزنامه سلام میگن که تنها راه توسعه اینه که هم روش های غربی رو اتخاذ کنم هم منش های غربی ما میگم اینو با هم جمع نمیشه تفسیر من چیه اینو با هم جمع نمیشه باید فوش خارمادر بدن بگن شبیدگاری داره و از زیر قطعه به عمل در اومده تفسیر من چیه که نمیشه ایدئولوژی ما مالکش که ما این حرفا رو میزنیم برای مبنا جمهوری اسلامی تا جایی مشروعه که فلسفه امام رو بگیری بکنم میخوایم که به زور امام و چپ و مشارکت و مجاهدی یه امام دیگه بسازید میخوایی که کاری بکنیم جلون امروز اصلا امام رو به جا نیاره ما میگیم آقا ما اومدیم تکلیف ما معلوم کردیم ما نشستیم بین و بین الله کردیم آخر پیام های امام والا بلا سخن از نابودی غرب و شرق انقلاب جهانی اسلام در تیه گفته بودی تمدن ها نداره امام میگه شراره کینه انقلابی تان رو نگه دارید این آخرین پیام های امام امام میگه الان نسبت هایی که به امام میدن آقایون تو خاطراتشون می نویسن که امام مرگ بر آمریکا مثلا گفت نگید یا گفت اینطوری بگید یا یواش بگید یا در گوش من بگید یا به خود من بگید ما میگیم اینا امام تو وضعیت نامش نمیشه فقط چیزی که در از خط منه تصویر منه اعتبار داره هیچ چیزی اعتبار نداره ما میگیم امام آخرین حرفاش آخرین وضعیت نامش با این ایدئولوژی ناسازگاره چه کار کنیم شما میخواد یه امام جدید دیگه ما نمیذاره من در حالی میر حسین نمیخواد آه میر حسین حالا چطور ما دو تا موزگیری تا قبل از انتخابات از آقای میرحسین موسوی میدونستیم ایشون علاقه من که حضرت ما گفتن در صحنه جنگ حق و باطل همچون حضور داشته باشید اعدام موضع بکنید حضرت ما در پیامنجشون فرمودن هاشو که خلوص عشق مؤمنان و موحدان جز به ظهور نفرت از مشرکان محقق نشود یعنی خلوص موحدان اینه که مرتب نفرت از مشرکان و براعت از اونها رو اعلام بکنن و حضرت امام میفرمایند این براعت هم مستحج نیست هر لحظه مؤمن باید در مقابل باطل موضع بگیره خب ما آقای حسین موسوی ساکت دو تا موضع گیری شد تا قبل از این انتخابات داشت یکی علیه شورای نگهبان در ماجرای ابطال انتخابات تهران مجلس ششم یکی هم درباره تئوری توطئه سخنان ایشون بود روزنامه سلام هم یک مقاله شدید علیه ایشون نوشت و ایشون دیگه بعد از اون ساکت شد من دورادور با خانواده آقای مهندس موسوی آشنا هستم مطلع هستم از زندگی ایشون در حدی که بتوانم ارزیابی داشته باشم سه روز پیش هم یکی از مسئولین ارشد ستاد ایشون که مسئولیتی هم در قوه قضاییه و دادستانی داره از بستگان نزدیک آقای موسوی هم هست به بنده زنگ زدن که آقا شما هم خودتون متعلق به این اردوگاه بدون دغدغه‌هات رو بگو گفتم اصلی ترین دغدغه من به عنوان کسی که به میرحسین رأی نمیدهم به عنوان کسی که رأی دادن به احمدی نژاد رو یک ضرورت استراتژی این رو دقت کنیم ضرورت استراتژیکه نه استراتژی انقلاب باشیم این ضرورت استراتژیک میدونم الساق میرحسین به اصلاح طلبان الساق میرحسین به خاتمی او رو به همین سرنوشتی دوچار میکنه که اصلاح طلبان رو دوچار کرد ایشون گفتن اینطوری نیست آقای مهندس
این حسین موسوی نحوه ورودشون به انتخابات یک جوری بود که انگار میخواستن مرزبندی کنن بین خودشون و آقای خاتمی، چون میدونید که نحوه ورود آقای میرحسین به انتخابات این گونه بود که وقتی آقای میرحسین اومد بیانیه داد، رو آقای خاتمی هم خبر نداشت از آقای میرحسین میخواد بیاد و بمونه، چون گفته بود یا من یا میرحسین. یقین هم داشت تو جلساتی که با آقای میرحسین موسوی داشت، یقین پیدا کرده بود که حضور آقای میرحسین مانوریست برای اینکه آراء بخشی از عدالت خواهان، بخشی از بچه های قدیمی انقلاب جمع بشه به نفع اصلاح طلبان و آقای خاتمی. تا زمانی که آقای میرحسین بیانیه انتخاباتیش رو و حضور رسمیش رو منتشر بکنه، تا قبل از اون خب من در محیط های دانشگاهی و در نشستی بود که یکی دو تا از مسئولین سابق سپاه بودم، این گرایش رو میدیدم به میرحسین که بعضی از بچه های حزب‌اللهی از پاره ای افعال آقای احمدی نژاد رنجور هستن، منتقد هستن، منتقد اصولی نیستن، به هر حال منتقد هستن، فکر کردن آقای میرحسین موسوی گزینه مطلوبیست برای جریان عدالت خواه. تا قبل از اینکه بیانیه انتخاباتی ایشون منتشر بشه، حداقل خود من چندین نفر از مسئولین سابق نظام رو که مسئولین مهم می‌بودن، حوزه‌های کاریشون و حوزه‌های درگیریشون حوزه‌ای بود که آقای میرحسین رو می‌شناختن. یکی از اونها از دوستان صمیمی آقای میرحسین موسوی، ایشون با من شب صحبت کرد و آقای میرحسین گفتمان عدالت خواهی شاید بتونه ترمیم بکنه ادامه خط احمدی نژاد اینطوری بود. دوست دیگری اونجا حضور داشتن از شاگردان نزدیک میرحسین بودن در دانشگاه و در رشته هنر، سر کلاس های آقای دکتر موسوی نشستن، گفتن آقای ایشون اصلا مبانی فرهنگی که داره تدریس میکنه لیبراله، اصلا ایشون تزای هنر برای هنر غرب رو و مثلا آمریکا که این تزای سیاسی بود در جنگ سرد در برابر اون زیباشناسی سوسیالیستی که شوروی هنر برای اجتماع هنر برای ایدئولوژی تبلیغ میکنه، آقا ایشون داره این تزا رو تبلیغ میکنه سر کلاس. من یکی تو جلسه که در حقیقت نکته ای اضافه کردم، مثلا من موقعی که داشتم کتاب شوروی های نازوی فرهنگی رو می نوشتم، خط جهانبینی رو که پیگیری می کردم می دیدم که پیوند سیاسی جهانبینی و فرهنگستان هنر رو داشتم می دیدم و اون موقع آقای میرحسین موسوی رئیس فرهنگستان هنر بود، از قضا می خواستم تو شوروی ها راجع به آقای مهندس موسوی بنویسم، همین ترقی ها که به هر حال ایشون انسانی عدالت خواه باعث شد من اسم ایشون رو نیارم، ولی جریان پیوند سیاسی روشنفکرانی مثل رامین جهانبینی با فرهنگستان هنر رو نوشتم. بعد گذشت به یک بحث دیگری کشید، گفتم من یه نکته دیگه هم یادم اومد و اون این که خانه هنرمندان رو وقتی من شروع کردم افشاگری علیهش، این آقای علی دهباشی و روشنفکران سکولار مجبور شدن ببرن، بعدش هم آقای برای پور یک استفانه های منتشر کرد که دو وقتی کیهان داریم مطالب رو می نویسه من هم نیستم، و یک کس دیگری آمد، جریان خانه تعدیل شد، جریان بسیار خطرناکی تو خانه هنرمندان بود. من توضیح دیدم خودم داشتم نگاه میکردم و گفتم جریان که بیکار نمیشینه، جریان یکی از اصلی ترین جریان های فرهنگی آمریکایی رو در ایرانه، دیدم این جریان رفت از فرهنگستان هنر سردارم بود. تو اون جلسه به این دوستمون دوست جوانتری که شاگرد آقای مهندس این روزای موسوی بود و به اون مرد بزرگوار که از رفقا و نزدیکان ایشون بوده، گفتم آره من تو سیر پیگیری ها دیدم اینا یکی رامین جهانبینی و پیوند سیاسی شدی، بعدم جریان فاسد داخل خانه هنرمندان موقعی که به هر حال مجبور میشه مدیر عامل خانه در
به شاگری هایی که ممکن استعفا بده صد فهندسان هنر داره گفت این برای من یکم محل سواله تردید من انداخت که خب این جریان آقای میرحسین چیه؟ گفتم اونجا تو جلسه همینطوری نکات مختلف طرح شد و من بزرگواری که از سرداران سپاه هستم فکر میکنم حکم مشاورت هم یه موقعی از آقای میرحسین داشتم از کسانی هستن که به هر حال نوشته هاشون هم مورد عنایت آقا معظم رهبری است گفتم حالا یه نکته دیگه حالا این پیوند سیاسی این کارگزاران انقلاب مخملی با فرنگستان و هنر و اینا رفتن علی دلباشی نیروهای سفارتخانه های فرنگی به فرنگستان و هنر و پیوندشون با میرحسین اینا یک طرف گفتم من یه مبنایی دارم این ائتلاف سفیدی که الان استراتژیست‌های آمریکایی میگن بین محافظه‌کاران عملگرا مثل آقای هاشمی، آقای قالیباف، آقای محسن رضایی و میرحسین موسوی یا حالا این آقایون نه اون ما تعریف داره دیگه چیز محافظه‌کاران پراگماتیسم و اصلاح طلب ها اگر این ائتلاف اتفاق بیفته بعد اینجا من باید به تهدیدهای جدی بیفتم تو جلسه خب گذشت دیدیم اینه که میرحسین پوپونیست میدونستن شروع کردن حمایت از آقای مهندس موسوی رسند کسانی که آقای مهندس موسوی مطروب میدونستن بودن این کوپونیسته و بلکه کمونیسته یه همچنین برخورد داشت دیدم که طرف یه اتحاد نجات ملی و نه تنها اون اعتلاف محافظه‌کاران آمریکایی داره یه دفعه شکل میگیره به نظرم به ذهن همینطوری رسید بوده این شعار اوباما رو هم صاف آوردن ایران تغییر و خب آقای یعنی همه چیز تو ذهنم گفتم خدایا نکنی یه دفعه همه چیز آمریکایی ناب بشی شما چرا نمیمدی گفت من احساس ضرورت نمیکردم اصلا ایشون با آقای هاشمی از نظر ایدئولوژی از نظر توسعه اقتصادی و نظریه های مطلوب به توسعه اقتصادی مشکلات اساسی داشت حالا الان میگه من افتخار دارم که آقای هاشمی از من نمایت بکنه ایشون گفتن که آقای میرحسین موسوی گفتن من ضرورتی نمیدیدم خب بعد شما عصر سازندگی بود و اصلاحات و همه چیزا خوب بیشتر الان ضرورت میبینم که حضور پیدا کنم اون چیزی که در سوم تیر رقم خورد در خرداد 88 به 22 خرداد 88 رقم خواهد خورد امیدوارم کنش ها و منش ها به سمت پیش نره که ما بعضی از سرمایه های انقلاب نظام رو از دست دادیم بی اعتبار شدن اینها این بار دیگه سرمایه ای رو از دست ندیم ماه آینده رو ماهی شگفت‌انگیز میدونم خیلی باید به نظرم نیروهای سیاسی هوشیارانه پیش برن طرح‌ها و برنامه‌ای که به گوش آدم میرسه که میخوان برای زمین زدن اصولگرایی اجرا بکنن طرح‌های مشهد ناکیف اون بچه متدین های اصلاح دارن اون بچه متدین ها اونا یه اعتقاد دینی دارن واقعا به نظر من باید یک بار تکلیف خودشون رو و جریان اصلاح طلبی مشخص بکنن و بشینن فکر بکنن با خودشون واقعا اصلاح طلبی به کدام معنا به چه قیمتی و چگونه صلوات خیر بفرمایید الله